هرچقدر از ماجرای محسن فخریزاده میگذرد تناقض ها در مورد چرایی و چگونگی و حتی عوامل آن بیشتر می شود. برای مثال این سخنان علی شمخانی را حتما شنیده اید که گفت متاسفانه عملیات عملیات بسیار پیشیده بود و با کارگیری تجهیزات الکترونیکی رخ داد هیچ فردی در صحنه حضور نداشت اما سرنخ هایی وجود داره زمین که اون کسی که این ترایی رو کرده برای ما مکشوفه که کیست، سابقه شیست، حتما منافقین در این نقش داشتن این سخنان حتماً... در حالی مطرح می شوند که روایت های مختلف رژیم جمهوری اسلامی در این مورد چندین بار تغییر کرده است اما بر اساس برخی گزارش های درونی که در شورای عالی امنیت ملی هم مطرح شده گزارش شده است که باز هم پای سازمان اطلاعات سپاه در میان بوده است و حتی خانواده محسن فخریزاده بر خلاف آنچه که ادعا شده است همراه او در ماشین نبودند و این ادعا را به دلیل اثرگذاری بر افکار عمومی مطرح کردند و تنها محافظان محسن فخریزاده همراه او بودند و بنا به ادعای برخی منابع خبری مطلع فردی که کار فخری زاده را تمام می کند محافظ اول خود او بوده است که در حال حاضر هم فرار کرده است گفته می شود که او در درون خود روی فخری زاده او و دو محافظ دیگر را می زند و می رود و این ادعاها با سخنانی که روز گذشته جواد لاریجانی هم مطرح می کند احتمالاتی را مطرح می کند که شاید پرده از بسیاری مسائل پشت پرده بر می دارد. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر شما را به دیدن ادامه این برنامه دعوت می کنیم. مخاطبان گرامی مجددا بنابر رسالت رسانه باید به اطلاع برسانیم که به دلیل عدم شفافیت هنوز نمیتوانیم ادعاهای مطرح شده در این برنامه را مستقلا و به صورت قطعی تأیید یا تکذیب کنیم و به بیان آنچه از منابع خبری به دست ما رسیده است اکتفا میکنیم گفتنی است که در ادامه گزارش محرمانه که به آن پرداخته شد اظهار نظرهایی از اشخاص اطراف ماجرا شنیده می شود که گفتند این خود رو ایستاده و تنها پس از اتفاق یک نفر از آن بیرون می آید و می روید. آن هم قبل از اینکه برای وانت اتفاقی بیفتد و یا سر و صدایی به پا شود. طبق این گزارش اتفاق نیسان آبی زمانی می افتد که دو طرف جاده توسط نیروهای امنیتی بسته شده است و سپس این نیروها ماجرای نیسان آبی را برای صحنه سازی ماجرا آماده می کنند تا از آن یک فیلم سینمایی بسازند. در این میان نکته جالب توجه این است که با توجه به حساسیت جایگاه فخری زاده برای رژیم محافظ اول او مستقیما توسط حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه یا ساس منصوب شده است و او نیز یکی از نزدیکترین افراد سپاه به مشتبه خامنه ای مشهورترین فرزند علی خامنه ای است. بنابر این گزارش باید قبول کرد که رژیم جمهوری اسلامی در حال پنهان کردن واقعیتی است که هنوز معلوم نیست هدف از آن چیست اما آنچه که مشخص است این است که محسن فخریزاده با خود اطلاعات بسیاری از معاملات پشت پرده رژیم جمهوری اسلامی را به خاک برده است اما تنها به چند نکته توجه کنیم در حال حاضر رژیم جمهوری اسلامی دیپلمات رسمیش در خاک اروپا به دلیل اقدام خرابکارانه در حال محاکمه است که این یک رسوایی بزرگ برای رژیم محسوب می شود و جمهوری اسلامی نیاز دارد به نوعی این ماجرا را به هاشیه ببرد نکته دوم که جمهوری اسلامی با توجه به اخباری که مبنی بر حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه می شود نیاز به یک مظلوم نمایی و همراه سازی افکار عمومی داخلی و تا حدی جهانی داشته است. البته برخی هم بحث را به تصویه حساب های داخلی ربط می دهند. اما در همین مورد جواد لاریجانی در رابطه با ماجرای محسن فخریزاده سخنانی گفته که او گفته باید روحانی قل و زنجیری که به اسم برجام بر دست و پای محققان و دانشمندان هسته ما گذاشته است را باز کند او در ادامه گفته که ملت ایران داغدار است و دلهای مردم ما مملو از خشم و تقاضا برای انتقام است و این حق مسلم ماست ما او در مورد گزارشگران آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که اینها جاسوس های پدر سوختیم، امپریالیسم آمریکا و اسرائیل هستند و ما آنها را میشناسیم و ما حالو نیستیم این سخنان جواد لاریجانی این گمانه را تقویت کرده که گویا رژیم جمهوری اسلامی با تدارک دیدن این ماجرا علاوه بر تمام مقاصدی که از آن سخن رفت قصد دارد که ضربه آخر را از این راه به باز رسان آژانس بزند و آنها را از کشور بیرون کند در همین راستا دویشه ولی آلمان در گزارش جدیدی در مورد این ماجرا میگوید که معزل چند جانبه نهادهای امنیتی در ایران راه حلی ساده ندارد. و این نهادها خود با یکدیگر در تعارض و نبرد قرار دارند در این مورد این خبرگزاری بین المللی می نویسد که ماجرای محسن فخری اوج ضعف و وضعیت نابسامان نظام اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت این نابسامانی ولی لزوما با شناخت حفره و خلق امنیتی قابل رفت نیست و راه حلی اساسی تر می چرا که شاید بحث اصلا نفوذ نباشد و مسئله تصویه حساب های امنیتی باشد. کجای دنیا یک کشور دو سازمان اطلاعاتی موازی و دو دولت دارد؟ دست کم در ده سال اخیر ضرباتی که به تأسیسات و افراد مرتبط با برنامه های نظامی و حتی تأسیسات متعارف صنعتی مانند پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و غیره در ایران وارد آمده و ناکامی در یافتن منبعی که موفقیت این گونه ضربات را مانع شود از مشکلاتی اساسی و چند جانبه در کار رژیم جمهوری اسلامی حکایت دارند حتی اگر این ماجرا یک مسئله اتفاق افتاده توسط خودی های رژیم هم باشد در اینکه بی ارزگی و ناتوانی رژیم به معرض نمایش گذاشته شده است باز هم تغییری ایجاد نمی کند. رژیم هم در پی جمع نمودن آبروی ریخته خود مانند هر بار با از همگسیختگی کامل شروع به داستان سازی نموده و داستان های متنوع و متقایر با یکدیگر در رسانه های متعدد آن بازگو شده است که همگی باعث تفریح شنوندگان گردیده داستان ناشیانه ای که خبرگزاری فارس منتشر کرد حکایت از آن دارد که هیچ فردی در محل نبود و ادوات کنترل از راه دور استفاده شده بود که در وانت نیسانی در جلوی اتومبیل مورد نظر قرار داشت و معلوم نیست چگونه این ادوات توانستند با اینکه این وانت در جلوی ماشین فخری زاده بوده از همه جهات به اتومبیل روانه شوند بر اساس این حکایت شخصی که درون اتومبیل بوده حفاظت می شده و سه اتومبیل محافظ هم همراهش بوده است اما او خودش از اتومبیل پیاده می شود که ببیند موتور ماشین چه اشکالی پیدا کرده است و همه هم لابود باید باور کنیم. برخی هم میگویند که این داستان های مزهک را از عمد میگویند و روایت های گوناگون ارائه میدهند که مردم گیج شوند و یا هدف خاصی دارند که ما نمیدانیم. برخی هم میگویند که کار خودشان بوده و فخریزاده مهره سوخته بوده است. گروهی هم میگویند خودشان کردند که بتوانند با آمریکا مذاکره کنند و در واقع دارند به آمریکا پیام میدهند البته برخی هم بر این امر تاکید میکنند که این نوع عقاید و تصورات که رژیم هم آن را میپسندد بر این پای استوار است که نیروهای اطلاعاتی رژیم بسیار قوی هستند و یک دشمن خارجی قادر نیست از این صد حفاظتی گذشته و به راحتی چنین عملیاتی را در پایتخت اجرا کند برخلاف اینو از طرز فکر باید پذیرفت که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رژیم به همان ناکارآمدی دستگاه های دیگر آن است مگر می شود همه چیز در یک مملکت فشل باشد به جز اطلاعات و امنیت این هم مانند دستگاه های اقتصادی بهداشتی قضایی صنایع آموزش و پرورش کشاورزی و همه چیز دیگرش است مانند راهسازی و صد سازیش است مانند نیروهای نظامیش است که ناوچه کنارک و هواپیمای مسافر بری از آخرین شاهکارهایشان بود و حال هم کشتی باری را گرفتند و ناو اقیانوس پیما برای ما درست کردند و اگر نمی گفتند که اقیانوس پیما است امکان داشت فکر کنیم که این ناو رودخانه پیما است و مسافران را از این طرف رودخانه میبرد به آن طرف چرا گروهی فکر می کند که در چنین رژیم فشلی که همه دستگاه های آن افراد بی ارزه و ابله هستند دستگاهی هم وجود دارد که کار خیش را با مهارت و تخصص انجام می دهد؟ واقعیت این است که توان اینها همان است که چند قلچماق را بفرستند به خانه شهروندان تا آنها را بگیرند و فرد بی گناهی را برای گرفتن اعترافی دروغین آزار کنند. رژیم فشل همه دستگاه هایش فشل است. دویچه وله در ادامه می نویسد که گرچه میزانی از هر و مرج مدیریتی، اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی را از همان ابتدا همراهی کرده است ولی دست کم از دو دهه پیش متأثر از تعمیق شکاف ساختاری در درون حاکمیت این ناب سامانی مدیریتی تشدید شده و وجود نهادهای اطلاعاتی موازی که به مراجع متفاوتی پاسخگو هستند و کم و بیش با هم در رقابت و چالش هم قرار می گیرند به یکی از پاشنه آشیل رژیم علی خامنه ای بدل شده است. فعال کردن شورای هماهنگی اطلاعات که در قانون پیش شده و وظیفش ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر میان نزدیک به پانزده نهاد امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است گرچه که پس از سی سال نهایتا در ابتدای کار دولت حسن روحانی تحقق یافت ولی این شورا نتوانست بر پراکندگی و رقابت در میان نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی مهر پایانی بزند. این رقابت که گهگاه در پیش دستی و جر و بحث علنی در ثبت این یا آن موفقیت اطلاعاتی کذایی یا واقعی نمود پیدا می کند در عرصه داخلی عملاً به ضرر حقوق شهروندی و در راستای سرکوب فعالان مدنی و سنفی قرار گرفته است. مثل اختلاف نظر میان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در مورد فعالان زندانی محیط زیستی یا بازداشت مدیران کانال های تلگرامی وزارت اطلاعات از سوی اطلاعات سپاه یا اختلاف نظر دو نهاد درباره جاسوس بودن یا نبودن یک عضو هیئت مذاکرات هسته و نیز در مورد شاعبه ی حضور دو طابعیتیها ها در دستگاه های دولتی در عرصه خارجی اما عدم هماهنگی و حتی رقابت بین این نهادها راه را برای سرویس های اطلاعاتی کشورهای مختلف به خصوص کشورهایی که ایران با آنها در حال مناقشه است بازتر می کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که سه سال پیش از وجود امنیت کامل در ایران سخن گفته بود و ادامه حفاظت از شخصیت در مقیاس سابق را بلا موضوع دانسته بود اخیراً در حاشیه مراسم محسن فخریزاده گفته است که به دلیل تواتر اخبار در این 20 سال متاسفانه جدیت لازم به کار برده نشد و این بار آنها موفق شدند وگرنه آنها در طی این سالها عملیات های مختلفی داشتند که هیچ کدام موفق نشد شمخانی البته توضیح بیشتری نداده ولی اگر قول او را موثق تلقی کنیم یکی از دلایل بسیار محتمل در جدی نگرفتن داده ها می تواند همین رقابت های معطوف به تضعیف دیگری در نهادهای امنیتی باشد که عملا این یا آن داده و اطلاعات اهمیت لازم برای پردازش و توجه را پیدا نکرده است و یا نهادها آنقدر با یکدیگر درگیر شدند که لایه‌های داخلی حفاظتی را فراموش کردند اینکه در درون خود نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی جناهبندی و باندبازی های متأثر از شکاف درون حاکمیت به معزلی در کارایی و انسجام این نهادها بدل شده نیز موضوعی است که خود مقام های جمهوری اسلامی هم اینجا و آنجا به آن اذعان کردند یک مشکل اساسی دیگر ضعف مفرت نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را دامن زده و آن مبانی ایدئولوژیک در گزینش نیروها و پرسنل و برگماریها و برکشیدن هاست. این که ریاست اصلی دو نهاد امنیتی کشور یعنی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در دست دو آخونده است تنها یک نمونه از این معزل است. و اینکه دست کم یکی از این دو با اتهامات متفاوتی در تبانی و سرکوب مردم روبرو رو است. میارهای ایدئولوژیک و محدود ساز در گذینش ها و در سایه قرار دادن معلفه مانند صلاحیت و شایستگی حرفه‌ای و آزمونها و آموزش های مربوط به کار حرفه‌ای همه راه را برای ورود عناصری به نهادهای امنیتی باز کردند که یا در عرصه داخلی به راحتی به پیچ و مهره سرکوب بدل می شوند و یا عناصر نفوذی سرویز های خارجی هند یا زمینه مساعدی برای کشیده شدن به این مسیر دارند. موضوعی که عملا نیروهای لایقتر صدیقتر و میهندوستر درون این نهادها را هم میتواند با سرخوردگی و عدم انجام کار روبرو کند این راز سر به مهری نیست که نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در فعالیتهای اقتصادی نه صرفا به عنوان فعالیت پوششی که برای کسب درآمد هم درگیر بودند این مسئله در کنار فساد گسترده در سطوح مختلف رژیم که قبه فساد را در همه سطوح نیز از بین میبرد و در کنار تأمین نبودن کافی همه پرسنل نهادهای اطلاعاتی راه را برای انواع انحراف و وادادگی ها و تبانی های بیرونی باز می کند. عباس عبدی در یاد داشتی که بعد از ماجرای محسن فخری زاده نوشت می گوید که گیر و گرفت ها اجازه نمی دهد که شفاف صحبت کند ولی خیلی سربسته باید گفت که ریشه ماجرا در مجموعه اتفاقاتی است که بعد از سال 84 رخ داد. شاید برخی تعجب کنند ولی معتقدم که این نفوذ اطلاعاتی دقیقا با فساد هم ریشه است. هر دو ناهنجاری از یک سو محصول عمومیت یافتن بی تعهدی به سیاست و کشور است. و از یک سوی دیگر ناشی از طبیعی شدن حضور افراد فرصت طلب و نان به نرخ روز خور و درو و دروگو و چاپلوس در ساختار مدیریتی کشور از صدر تا زیل. هر دو علت و هر دو نتیجه یعنی فساد و نفوذ یکدیگر را تقویت کردند. در نتیجه این وضعیت سطح سیاست در ایران چنان نازل و حتی سخیف شده که در تصور نمی گنجد. ارزیابی عباس عبدی را می توان نقد کرد که ریشه فساد و فرصت طلبی و بی در جمهوری اسلامی که سابقه ای به درازای ساختار ایدئولوژیک قانونی غیر دموکراتیک ناشفاف و غیر پاسخگوی نهادهای اصلی دارد را محدود به کسانی مثل احمدی نژاد در حلقه های اصلی قدرت میبیند. ولی حرف او در مورد تشدید موارد یاد شده به خصوص در تبانی عناصر امنیتی و اطلاعاتی با سرویس ها و عناصر بیرونی در سالهای پس از 84 قطعا درست است. گفتن ندارد که کارکرد خوب و بهینه نهادهای امنیتی هر کشور زمانی به بهترین وجه تحقق می‌یابد که رابطه ی حکومت و مردم رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد باشد. شهروندان فعالیت و ساختار حکومت را در راستای تأمین امنیت و حقوق خود بدانند. ترک برداشتن و گستسته شدن این اعتماد و رواج این درک در میان شهروندان که نهادهای امنیتی نه در جهت تأمین پاسداری از امنیت و حقوق جامعه که به این یا آن میزان علیه حقوق شهروندان در راستای رسد و سرکوب آنها و مطالباتشان سمت گیری کرده اند عملا این نهادها را از همکاری و کمک مردم یعنی عمدهترین منبع رسد و تأمین اطلاعات محروم می کند. یک عامل اصلی دیگر در موفقیت و کارایی نهادهای اطلاعاتی هر کشور ارتباطات و تبادلات و همکاری های رسمی و غیر رسمی در توافق با نهادهای مشابه در کشورهای جانبی است. در مورد رژیم جمهوری اسلامی با توجه به روی کرده خصومت آمیز نسبت به کشورهای همسایه و منطقه این موضوع نیز منتفی شده است. اقدامات سایبری علیه تأسیسات جمهوری اسلامی از جمله ماجرای استاکس نت هم در سالهای اخیر به عنوان ضعف نظام امنیتی سایبری تلقی شده است مشکل مضاعف جمهوری اسلامی در این سالها این است که به رغم سیاست تنشسا در ارتباط با کشورهای عمده حاشیه جنوبی خلیج فارس دائما و به ابد سعی کرده که عادیسازی رابطه با این کشورها را با دور زدن معزل رابطه با اسرائیل و آمریکا به پیش ببرد این روی کرد که پیشتر هم امکان موفقیت نداشت حالا با موانع بسیار بیشتری هم روبرو شده است به عبارتی برخی از کشورهای عمده عربی در خلیج فارس که تا مدتی پیش به لحاظ مسائل تاریخی و بحث فلسطین از عادیسازی روابط با اسرائیل احتراض می کردند حالا با تلاش و پیگیری آمریکا و با همراه شدن با این ارزیابی که تهدید مشترکی به نام رژیم جمهوری اسلامی متوجه آنهاست به راه عادی سازی مناسبات با تلاویو افتادند. این عادی سازی البته تمام و کمال برای مقابله با تهدید مشترکی به نام جمهوری اسلامی نیست و معلفه های امنیتی و اقتصادی و تکنولوژیک و تجاری گسترده هم دارد. ولی هرچی که هست به معنای گسترش امکانات اسرائیل برای رسد اطلاعاتی جمهوری اسلامی و نفت پیشتر تلاش جمهوری اسلامی این بود که با حضور در سوریه و لبنان به اصطلاح دشمنش را به محاصره درآورد اما حالا این اسرائیل است که گرد تا گرد ایران امکانات بیشتری برای محاصره متقابل اطلاعاتی و امنیتی پیدا کرده است این نکته نیز قابل اهمیت است که علاوه بر مسائل و معضلات ساختاری مدیریتی و پرسنلی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی که در بالا به آنها اشاره شد تنش در مناسبات منطقه‌ای و بین المللی این حکومت همانه هم ای اساسی در راه دستیابی راحت جمهوری اسلامی به فناوری های نوین اطلاعاتی و امنیتی است. با توجه به همه معلفه های یاد شده، بیرون آمدن جمهوری اسلامی از مخمسه اطلاعاتی و امنیتی کنونی که اوج آن اخیرا در ماجرای محسن فخریزاده به نمایش درآمد، در این نیست که صرفا حفره ها و خلق های اطلاعاتی خود را بشناسد و رفع و رجوع کند. راه حل اساسی این معزل اصلاحات بنیادین و دموکراتیک در ساختار سیاسی کشور و قرار دادن آن بر مبنای از رابطه سالم و مبتنی بر شایست سالاری و اعتماد میان حکومت و مردم از یک سو و چرخش های سیاست های مسائلی که همه میدانیم حل نخواهند شد تا زمانی که این رژیم با یک رژیم مترقی جایگزین شود. مخاطبان گرامی ضمن درود اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.